بررسی ها نشان می دهد روز به روز بر تعداد مسلمانان فرانسه افزوده می شود و همین امر موجب شد تلاش مسلمانان برای دستیابی به حقوقشان بیش از پیش شود. در همین راستا نظرسنجی که اخیرا توسط یک مؤسسه تخصصی انجام شده نشان می دهد بیشتر جوانان این کشور مخالف ممنوعیت هجاب هستند. همکارم علی اکبری گزارش می دهد. نظرسنجی مؤسسه تخصصی CSI نشان می دهد که بیش از 50 درصد از جوانان فرانسوی با ممنوعیت هجاب در اماکن عمومی مخالف هستند. این نظرسنجی روی 1011 نفر از افراد 18 سال به بالا بین روزهای 8 و 9 نوامبر پس از درخواست اورلیان برادی نامزد راستگرای حزب جمهوری مبنی بر ممنوعیت کامل حجاب در اماکن عمومی در فرانسه انجام شد. هفته گذشته این نماینده راستگرا تاکید کرد که جنگ ایدئولوژیک و سیاسی از طریق پوشش در حال انجام است. حجاب اسلامی به زنان اجازه نمی دهد خودشان را آزاد کنند. قانون فرانسه پوشیدن نمادهای مذهبی در اماکن عمومی به استثنای مدارس و دانشکده ها را ممنوع نکرده است. از سال 2010 میلادی پوشیدن هرگونه لباس برای پنهان کردن صورت در یک مکان ممنوع شد. این مسئله مربوط به نقاب یا برقه است. در متن قانون فرانسه آمده اصل بیطرفی دولت است که کارمندان دولت را از نشان دادن هر گونه علامت مذهبی در کارشان منع می کند. از سوی دیگر آین نامه های دانشگاه ها و شرکت های خصوصی مجوز استفاده از نماد مذهبی را به طور خاص مشخص کرده و در این آین نامه ها تأکید شده که تمایزی بین ادیان وجود ندارد. نظرسنجی درباره ممنوعیت هجاب در اماکن عمومی در فرانسه اختلاف گسترده پاسخ دهندگان درباره این مشکل را نشان می دهد. جوانترها در این نظرسنجی مخالف طرح ممنوعیت هجاب هستند به طوری که 56 درصد از پاسخ دهندگان بین 18 تا 24 سال مخالفت خود را با ممنوعیت هجاب اعلام کردند. همچنین بر اساس این نظرسنجی 51 درصد از گروه سنی بین 25 تا 34 سال نیز مخالف این طرح هستند. در مقابل گروه سنی بالای 34 سال از طرح ممنوعیت هجاب در اماکن عمومی حمایت کردند. نتایج این نظرسنجی درباره ممنوعیت هجاب در اماکن عمومی نشان دهنده شکاف میان راست گرایان و چپ گرایان است. علی اکبری اخبار شیعه